اعتلاف به رهبری عربستان سعودی پس از پرتاب موشک از یمن به ریاض جمهوری اسلامی را به تجاوز نظامی متهم کرده و در بیانیه ای گفته این موضوع می تواند به عنوان اعلان جنگ به عربستان تلقی شود. در بیانیه ای که این اعتلاف صبح 15 آبان منتشر کرده گفته شده نقش ایران و فرماندهی مستقیم حوسی ها در جریان پرتاب موشک به عنوان یک تجاوز روشن نظامی با هدف قرار دادن کشورهای همسایه و تهدید امنیت و صلح در منطقه و جهان قلمداد می شود. این بیانی افسوده پرتاب موشک بالقوه می تواند به عنوان اعلان جنگ به پادشاهی عربستان سعودی محسوب شود. در این بیانیه گفته شده اعتلاف به رهبری ریاض حق عربستان میداند که در زمان و شکل مناسب به ایران واکنش نشان دهد محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در پاسخ به ادعای دانلد ترامپ مبنی بر اینکه ایران مسئول شلیک موشک از یمن به سمت عربستان سعودی است گفت ترامپ حرفای غلط، بیاساس و دروغ زیاد زده و این مورد هم از این دست حرفاست. او افزود ادعای در اختیار گذاشتن موشک به یمن از سوی ایران بی اساس است و جمهوری اسلامی اساسا امکان انتقال موشک به یمن را ندارد. این موشک ساخت خود یمنی ها و صنایع نظامی آنها بوده است. عربستان سعودی شامگاه شنبه اعلام کرد یک موشک را که به سمت این کشور شلیک شده بود به کمک سامانه ی دفاع هوایی خود منهدم کرده است. این موشک دوربرد از یمن به سمت فرودگاه ملک خالد در شمال ریاض شلیک شده بود. در واکنش دانل ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده ای آمریکا در حالی که رهسپار توکیو بود به خبرنگاران گفت به نظر من حمله به عربستان سعودی کار ایران بوده است و سامانه ضد موشکی ما این موشک را در هوا منهدم کرد. او هدف قرار گرفته شدن این موشک بر فراز عربستان را نشان دهنده توانایی سامانه ضد موشکی آمریکا دانست و گفت هیچ کس توانایی ساخت آنچه ما میسازیم را ندارد و ما اکنون این سامانه را در تمام جهان می فروشیم. استعفای نخست وزیر لبنان سعد حریری نخست وزیر لبنان در یک نطق تلویزیونی از ریاض عربستان استعفای خود را اعلام کرد حریری اعلام کرد که از حراس از سوء قصد علیه خود این کار را کرده است و گفت زمان مانند سال 2005 است که پدرش در بیروت در انفجار اتومبیل ترور شد وی در استعفایش به ایران حمله کرد و گفت که ایران قصد کنترل و هژمونی در منطقه خاورمیانه را دارد. عليها وللاسف وجدت من ابنائنا من يضع يده في يدها بل ويعلن صراحه ولائه لها والسعي لخطف لبنان من محيطه العربي و بما يمثله من قيم ومثل اقصد في ذلك حزب الله الذراع الايراني ليس في لبنان فحسب بل وفي البلدان العربية جمهوری اسلامی سخنان سعد حریری نخست وزیر مستعفی لبنان در مورد نقش جمهوری اسلامی در منطقه را رد کرد بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به اعلام استعفای نخست وزیر لبنان و با رد اظهارات او علیه ایران در متن استعفانامهش گفت استعفای ناگهانی آقای حریری و بیان آن در کشوری دیگر نه تنها مایه تعصب و شگفتی است بلکه نشان دهنده بازی ایشان در زمینی است که بدخواهان منطقه طراحی کرده و برنده این میدان نه کشورهای عربی و اسلامی بلکه رژیم سهیونیستی است که حیات خود را در تنش در و میان کشورهای مسلمان منطقه تعریف کرده است این دیپلمات ایرانی همچنین در مورد موضع کلی تهران در منطقه تاکید کرد. جمهوری اسلامی ایران همواره خواستار حفظ صلح و ثبات در کشورهای منطقه است و منافع خود را در امنیت، ثبات و رونق اقتصادی تمام کشورهای همسایه و منطقه تعریف کرده است و به همین منظور مبارزه با ناامنی، بی‌ثباتی و گروههای افراطی و تروریستی را برای آرامش همه کشورها در اولویت سیاست های منطقی خود قرار داده است. یک روز پس از اعلام استعفای سعد حریری دبیر حزب الله لبنان در واکنش به این رویداد آن را حاصل فشار دولت عربستان دانست. حسن نصرالله روز یک شنبه بر صفحه تلویزیون ظاهر شد و گفت استعفا تصمیمی بود که از جانب عربستان سعودی به نخست وزیر سعد حریری دیکته شد. حسن نصرالله در عین حال مردم کشورش را به صبر و آرامش پس از استعفای نخست وزیر دعوت کرد. حدیث هذه الليلة هو المستجد السياسي الاساسي وهو اعلان رئيس الحكومة سعد الحريري استقالته من الحكومة. طبعا انا الليله ساتحدث عن هذا الموضوع یک روز پس از اعلام کنارگیری سعد حریری از نخست وزیری لبنان منابعی در کاخ ریاست جمهوری لبنان اعلام کردند که میشل اون رئیس جمهوری این کشور تا زمان بازگشت آقای حریری به کشور استعفای او را قبول نخواهد کرد. سعد حریری که در عربستان سعودی به سر می برد روز شنبه 13 آبان از طریق تلویزیون العربیه این کشور از سمت خود استعفا داد و رئیس جمهوری لبنان اعلام کرد که این موضوع به طور تلفنی و از خارج از کشور با او در میان گذاشته شده است. آقای حریری همچنین با اشاره به طرح ترور خود انتقادهایی را علیه ایران و حزب الله لبنان مطرح کرد. گرچه روز یکشنبه ارتش لبنان تاکید کرد که هیچ طرحی برای ترور سعد حریری کشف نشده است. روز شنبه سامرال صحبان یکی از وزیران کابینه عربستان سعودی در گفتگویی با یک شبکه تلویزیونی لبنانی اعلام کرد که محافظان آقای حریری اطلاعات مربوط به طرح ترور او را تایید کردند و افسود که تهدیدهایی علیه نخست وزیر لبنان وجود دارد و پادشاهی سعودی آماده ی تامین امنیت اوست. سعد حریری سال گذشته به دنبال یک توافق سیاسی که میشل اون متحد حزب الله لبنان را در جایگاه ریاست جمهوری این کشور قرار داد، نخست وزیر لبنان شد و استعفای او میتواند موجب تشدید تنش‌های فرقه‌ای در لبنان شود و این کشور را به وضعیت بنبست در شکل دهی دولت بازگرداند. رسانه های آمریکایی خبر دادند که در حمله به یک کلیسای تعمیدی در سادرلند اسپرینگ در تگزاس ده ها تن کشته و زخمی شدند. پلیس تعداد کشته شدگان را دست کم 26 تن ذکر کرده است. آنطور که آسوشیتد پرس به نقل از کمیسر بخش ویلسون نقل کرده، این حمله دست کم 26 کشته و شماری مجروح به جا گذاشته است. سن کشته شدگان بین 5 تا 72 سال بوده است. عامل این حمله با ورود به کلیسا به روی حاضران آتش کشوده و پس از آن به گفته مقامهای مسئول اقدام به فرار کرده اما پس از چندی کشته شده است با این حال کلانتر بخش گوادالوب در همسایگی این منطقه گفته مشخص نیست این فرد حمله کننده به دست پلیس کشته شده یا خود به زندگیش پایان داده است. گزارش خبرگزاری فرانسه در این زمینه حاکی است که فرد مهاجم پیش از ظهر روز یک شنبه به وقت محلی وارد این کلیسا شده در شرایطی که به گفته شاهدان عینی به طور معمول پنجاه تن در مراسم نیایش صبحگاهی این کلیسا حاضر می شوند. این خبرگزاری به نقل از رسانه های محلی نوشته است یک کودک دو ساله هم در میان مجروحان این تیراندازی دیده می شود. دانلد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که در ژاپن به سر میبرد در واکنشی فوری به این خبر گفته است پلیس فدرال آمریکا و ماموران اجرای قانون در محل حاضر هستند و خود او از ژاپن موضوع را پیگیری می کند. خبر بازداشت 11 شاهزاده سعودی، چهار وزیر کنونی، دهها وزیر سابق و همچنین چند تن از مقامات برجسته این کشور به اتهام فساد از جمله مهمترین اخباری بود که روز یکشنبه در رسانه های بین المللی منتشر شد. بنابر گزارش شبکه تلویزیونی العربیه این بازداشت ها بخشی از تحقیقاتی است که پس از سیل جده در 25 نوامبر سال 2009 میلادی و شیوع سندروم تنفسی خابر میانه معروف به بیماری مرس در سال 2012 میلادی که هر کدام از این وقایع بیش از 100 کشته بر جای گذاشت آغاز شده بود. شمار قابل توجه مرگ میر در این حوادث در حالی روی داد که دولت عربستان بودجه هنگفتی را برای ارائه خدمات به شهروندان اختصاص داده بود اما بخش قابل توجهی از این بودجه ناپدید شد خبر دستگیری های شامگاه شنبه ساعتی پس از آن اعلام شد که ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی وزرای جدید ایرانیز برای دو پسته کلیدی اقتصاد و امنیت ملی منصوب کرد پادشاه 81 ساله این کشور همچنین از تشکیل کمیته جدیدی به نام کمیته ضد فساد به ریاست محمد بن سلمان ولی احت عربستان سعودی خبر داد. بنابر اعلام وزارت دارایی سعودی ها این تصمیم پادشاهی با هدف افزایش حاکمیت قانون و اعتماد سازی برای افزایش میزان سرمایه گذاری ها انجام شده است. در حکم سلطنتی تشکیل این کمیته آمده است اگر فساد ری شکن نشود و فاسد پاسخگو نباشد هیچ وطنی نیز وجود نخواهد داشت اگرچه هنوز فهرست کامل بازداشت شدگان و اینکه آنها با چه اتهاماتی روبرو هستند اعلام نشده اما به گفته ی تحلیلگران این سطح از دستگیری ها و اخراجها در تاریخ مدرن عربستان سعودی بی سابقه است در میان بازداشت شدگان روز شنبه نام شاهزاده متعب بن عبدالله بن عبدالعزیز وزیر گارد ملی و فرزند ملک عبدالله پادشاه فقید عربستان و همچنین دریادار عبدالله بن سلطان بن محمد آل سلطان دیده می شود. کمتر از یک سال پس از انتصاب سرتیب احمد رضا پوردستان به عنوان جانشین فرمانده کل ارتش ایران رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه در حکمی این مقام عالی رتبه ارتش را از سمت خود کنار گذاشت و سرتیب محمد حسین دادرس را جایگزین او کرد. آقای پوردستان که از شهری بر ماه 87 فرماندهی نیروی زمینی ارتش را به عهده داشت در آبان ماه سال گذشته و پس از انتقال سرتیب عبدالرحیم موسوی به ستاد کل نیروهای مسلح ایران در آبان ماه 95 جانشین فرمانده کل ارتش شد. او پس از تغییرات اخیر در فرماندهی کل ارتش جمهوری اسلامی همچنان این سمت را بر عهده داشت تا اینکه روز یکشنبه چهاردهم آبان آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی سرتیب محمد حسین دادرس را به عنوان جانشین فرمانده کل این نیرو معرفی کرد در حکم انتصاب آقای دادرس به این سمت تنها از تلاش‌های آقای پوردستان قدردانی شده اما مسئولیت جدیدی به این مقام ارشد پیشین ارتش واگذار نشده است مجموعه ای از مدارکی که اخیرا به رسانه ها درس پیدا کرده و به اسناد پارادایز موسوم است از روابط مالی وزیر بازرگانی دولت آمریکا با شرکتی مرتبط با مسکو و یا گذاری ملکه بریتانیا و دیگر ثروتمندان جهان در بهشت مالیاتی خبر می دهد. بنابر اسناد ارائه شده در چهاردهم آبان ویلبر راس وزیر بازرگانی دولت دانلد ترامپ در یک شرکت کشتیرانی سرمایه گذاری کرده که با شرکت دیگری تحت کنترل نزدیکان ولادیمیر پوتین در ارتباط کاری قرار دارد بنابر شماری دیگر از سندهای فاش شده الیزابت دوم ملکه بریتانیا نزدیک به 13 میلیون دلار سرمایه گذاری در پناهکاهای مالیاتی انجام داده است. اسناد پارادایز، پردیس یا بهشت، 13 ممیز 4 میلیون مدرک از دو نهاد خدماتی و 19 بهشت یا پناهگاه مالیاتی ارائه می کنند. این مدارک نخست به دست روزنامه آلمانی زویچه تسای تونگ رسید. سپس اتحادیه بین المللی روزنامه نگاران پژوهشی ICIG که مقر آن در آمریکاست آنها را با دهها رسانه و خبرگزاری از جمله BBC، نیویورک تایمز و گاردین به اشتراک گذاشته است. این رسانه ها نیز در بررسی و تحلیل این مدارک یاری می کنند. هنوز هیچ کنه مدرکی در مورد غیرقانونی بودن فعالیت ها و اقدامات افراد و شرکت های ارائه نشده است. ولی ارتباط وزیر بازرگانی دولت آقای ترامپ با شرکتی که رابطه کاری آن به روسیه میرسد، آن هم در زمانی که اتهام دخالت های روسیه در انتخابات آمریکا تحت بررسی نهادی قانونی است، ممکن است توجهات را به خود جلب کند. این موضوع ممکن است به پرسش هایی در زمینه ی تعارض منافع نیز دامن بزند. وضعیت هوایی تهران در روزهای اخیر به مرز بحران رسید و آلودگی هوای این کلان شهر روز شنبه برای یازدهمین روز متوالی برطرف نشد. آلودگی هوای تهران که عامل بیش از 70 درصد آن خودروها هستند، همه ساله در ابتدای فصل سرد و به ویژه در صورت عدم بارندگی تشدید می شود. روز جمعه دوازدهم آبان نشست کمیته استرار آلودگی استان تهران با حضور محمد حسین مقیمی استاندار تهران برگزار شد اما بنا به تصمیم این کمیته روز شنبه مدارس تهران دایر بودند اما زنگ ورزش نداشتند شنبه در تهران وضعیت نارنجی اعلام شد و به دلیل خطرناک بودن وضعیت آلودگی همچنان از سالمندان و افراد دارای مشکل تنفسی خواسته شده است از خانه بیرون نروند به جز پایتخت آلودگی هوا در این روزها چند شهر دیگر ایران را نیز تهدید می کند. روز شنبه 13 آبان کلان شهر سه میلیون نفری مشهد برای هشتمین روز متوالی با بحران آلودگی هوا مواجه بود. مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفته است میانگین شاخص کلی کیفیت هوای صبح شنبه مشهد بیش از حد مجاز و در وضعیت هشدار بوده و برای همه گروه های سنی خطرناک گزارش شده است مدیر کل حفاظت محیط زیست استان لورستان نیز گفته است که هوای اغلب شهرهای این استان به ده برابر حد مجاز رسیده و در شرایط خطرناک سپری می شود. مهرداد فتحی بیرانوند روز شنبه در جمع خبرنگاران گفته است که هوای برخی شهرستان های این استان از جمله پل دختر و کوه دشت در شرایط خطرناک بوده و هوای برخی شهرهای دیگر استان از جمله خورم همچنان در شرایط بسیار ناسالم قرار دارد. با آغاز بارندگی در مناطقی از ایران برخی شهرها مانند قزوین و آبیک از خطر آلودگی چند روز پیش رها شدند. اداره کل هواشناسی البرز نیز پیش بینی کرده است بارندگی های پراکنده از روز شنبه قلزت آلاینده ها را در این استان و به ویژه شهرستان کرج کاهش دهد. بارندگی های پراکنده در برخی مناطق شمالی استان خوزستان نیز نوید سالم تر شدن هوا را داده است. هفته گذشته به دلیل گرد و غبار شدید و آلودگی خطرناک هوا در استان خوزستان محدودیت هایی برای ساعات کار ادارات دولتی در احواز و شش شهر دیگر این استان در نظر گرفته شده بود. دومین روز از سفر دوازده روزه رئیس جمهوری آمریکا به آسیا در توکیو و با انتقاد دانلد ترامپ از توافقهای بازرگانی میان کشورش و ژاپن همچنین لزوم ایجاد تغییرات در آنها آغاز شد دانلد ترامپ صبح 15 آبان پیش از آغاز مذاکرات رسمی خود با شینزو آبه نخست وزیر ژاپن گفته مناسبات تجاری دو طرف عادلانه و باز نیست. آقای ترامپ در جمع شماری از بازرگانان و چهره های کلیدی تجاری در ژاپن گفته است ما خواهان تجارتی عادلانه و باز هستیم اما در حال حاضر روابط تجاری ما با ژاپن نه باز است نه عادلانه رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید آمریکا طی سالیان سال از کسری عظیم در تراز تجاری با ژاپن آسیب دیده است بنابراین لازم است در مورد این موضوع گفتگو کرده و باید این کار را به شکل دوستانه انجام دهیم به گفته ای ترامپ میلیون ها خودروی ساخت ژاپن در ایالات متحده به فروش می رسد اما شمار بسیار کمی خودروی ساخت آمریکا در ژاپن عرضه می شود. روزنامه یعنی شفق ترکیه در خبری مدعی شده مقامات این کشور مذاکرات گسترده را با روزها در مورد شهر آفرین آغاز کردند. یعنی شفق می نویسد ترکیه در این مذاکرات تلاش دارد مقامات روس را قانع کند تا شهر آفرین از دست نیروهای کره یپگه پس گرفته شود شهر آفرین در شمال سوریه محل استقرار نیروهای کرد یپگه است و ترکیه بیم دارد که این نیروها در ادامه تصرفاتشان بتوانند به سمت شمال غرب سوریه پیشروی کنند و به آبهای مدیترانه دست پیدا کنند از چند هفته پیش که ترکیه عملیات ادلب را آغاز کرده در پشت آفرین روزده و با دقت تحرکات نیروهای یپگ را زیر نظر دارد. منطق مشکل اساسی ترکیه در حمله به آفرین امریکاست که متحد نزدیک یپگ است. حال ترک ها تلاش دارند تا با راضی کردن روسیه شرایط حمله به آفرین را فراهم کنند. یعنی شفق همچنین می نویسد ترکیه برای مبارزه با نیروهای پکاکا در عراق قبلا موافقت ایران را کسب کرده بود و حالا امید دارد در این زمینه نیز با روسیه به توافق برسد. در سوی دیگر سخنان علی اکبر ولایتی مشاور رهبر ایران در مورد لزوم بازپسگیری شهر رقه از دست نیروهای کرد یپگه در رسانه های ترکیه با استقبال روبرو شده از جمله پایگاه خبری استار در مطلبی این اظهارات را شوک بزرگ برای نیروهای یپگ دانسته همزمان نیروهای ارتش ترکیه در دور تازه حملات خود بر علیه پکاکا موازه این گروه در شمال عراق را بمباران کردند این حملات گسترده در پی سخنرانی اردوغان رئیس جمهور این کشور صورت گرفت که گفته بود شنگال و قندیل را با خاک یکسان خواهیم کرد در همین رابطه وزیر کشور ترکیه خبر از عملیات های بر علیه پکاکا در فصل پاییز می دهد. او میگوید عملیات های مبارزه با ترور در فصل پاییز به صورت بسیار جدی آغاز خواهد شد و هر کشوری هم در جهان بخواهد علیه این عملیات ها اعتراض کند برای ما ذره ای اهمیت ندارد حملات به موازه پکاکا در جنوب ترکیه و شمال عراق در حالی ادامه دارد که در سوی دیگر مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه هم با رکس تیلرسون همتای امریکایی خود گفتگوی تلفنی داشته و باز هم نسبت به کمک های تسلیحاتی امریکا به ابراز نگرانی کرده اما دادگاه جزایی شهر آدانا مرال دانیش بشتاش نماینده پارلمان حزب کردی هدفه را به اتهام توهین آشکار به دولت و حکومت جمهوری ترکیه به دو سال و سه ماه حبس محکوم کرده بعد از کودتای سال گذشته در ترکیه نمایندگان حزب کردی پارلمان این کشور عمدتا با محکومیت های قضایی متعددی روبرو شدند این در حالی است که در سوی دیگر مرال آکشنر این سیاستمدار پرسر و صدای این روزهای ترکیه که از او با عنوان رقیب آینده اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری یاد می شود تلاش دارد با اظهار نظرهای ملایم توجه گروه های کردی را به خود جلب کند او در تازه اظهار نظر گفته در کشور مسئله کرد وجود ندارد بلکه مسئله جنوب شرق ترکیه است آکشنر همچنین گفته که اجدادش از شهر دیاربک بودند و بعدها به یونان کوچانده شدند